گذران تو ای خداوند، برای زمان از ازل بودی هستی جاودان. اکنون در این جسم عروس تویی، به تخت فیضت بی پروایی، نامت بر زمان حمدت را خوانیم، دست بر افراشته تو را ستاییم. فشار و اندوه درد بی پایان، مدام زهر جا آیند سوی من، عطا کن بینیم شادی آسمان، در حضور تو روح و جان من. اکنون در این جسم عروس توییم، به تخت فیضت بی پروا آییم، نامت بر زبان حمدت را خوانیم، دست بر افراشته تو را ستاییم. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، و این امید که هفته ای شاد و پربرکتی را در فیض عیسی مسیح سپری فرموده باشید. من کوروش باقری هستم و این رادیو آرامش. خدا را شکر میکنم که فرصت دیگری به من عنایت فرموده تا بتونم بدین وسیله در خدمت شما باشم. ضمن تشکر از شما که شنونده وفادار برنامه های ما هستید، جهت یادآوری، هدف برنامه های رادیو آرامش اعلان پیام کلام خداوند در انجیل مقدس می باشد. دوستان، پیام خداوند در انجیل او برای ما این است که رستگاری، آرامش الهی و برخورداری از حیات جاویدان در نزد او در ایمان به عیسی مسیح برای همه انسانها مهیا می باشد. خداوند یکتا و مهربان همه شما را همواره در هر شرایط و در هر موقعیتی که هستید بی نهایت دوست می دارد. خداوند بسیار مایل است تا امروز با شما پدرانه صحبت کند. عزیزان، از شما دعوت می کنم تا
تا با قلبی باز و خاطری آسوده به پیام امروز خداوند گوش فرا دهید. برکت از سوی خدا جاریست از آسمان بر همه قوم ها، میبارد باران رحمتش بر بدان و نیکان دنیا، میبارد باران رحمتش بر بدان و نیکان دنیا. خلقت صنعت انگشتان خداست، افلاک عمل دستهای خداوند، همه با هم یک صدا خوانیم جلال 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 بر خدا، همه با هم یک صدا خوانیم جلال 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 بر خدا. آواز تسبیح را با هم یک صدا سردهیم و هم دشت را به سراییم، هاللویا به سراییم جلال 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 بر خدا، هاللویا به سراییم جلال 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 بر خدا. کلیسا با قوت روح خدا دستها را افرازیم به سوی آسمان، هاللویا به سراییم یک دل جلال جلال بر خدا، هاللویا به سراییم یک دل جلال جلال بر خدا. از ازل تا ابد او فقط خداست، زانو زنیم در حضور او شکرش کنیم با هم دو سرود، زانو زنیم در حضور او. خدا را شکر. خب عزیزان، در این برنامه به ادامه مطالعه در انجیل متی فصل هشتم میپردازیم. در برنامه گذشته تا پایان آیه 17 از این قسمت را با هم مورد بررسی قرار دادیم. این هفته از آیه 18 شروع میکنیم. عنوان آیات 18 تا 22 این قسمت از کلام خدا هست: بهای پیروی از عیسی. بهای پیروی از عیسی. این آیات در کلام خداوند می‌فرماید: وقتی عیسی متوجه شد که جمعیت بزرگی نزد او جمع شده اند، به شاگردانش فرمود تا آماده شوند و به کناره دیگر دریاچه بروند. درست در همان لحظه یکی از علمای دین یهود نزد او آمد و گفت: استاد،
به هر قیمتی که شده شما را پیروی خواهم کرد. اما عیسی به او گفت: روباها برای خود لانه دارند و پرندگان آشیانه، اما من که مسیح هستم جایی برای استراحت ندارم. آمین. بله دوستان، همون گونه که عرض کردم، عنوان این قسمت از کلام خدا هست: بهای پیروی از مسیح. مسیح به گونه بسیار مایل تا ما به خوبی قیمت پیروی او را بدونیم. بسیاری از مردم هستند که در ابتدا تمایل زیادی دارند که عیسی را پیروی کنند. خیلی ها به محض ایمان آوردن به مسیح، به محض شنیدن پیام انجیل، تصمیم می گیرند که از عیسی مسیح پیروی کنند. اما متوجه نیستند که این کار به معنی قدم برداشتن در راهی بسیار دشوار و باریکه. بله عزیزان، باید متوجه باشیم که پیروی از عیسی مسیح کاری آسان نیست. همان گونه که در انجیل متی آیه 14 در فصل 7 مطالعه کردیم، معنای راه دشوار و باریک را خود مسیح به خوبی به ما شناساند. دوستان، در آیات 13 و 14 در فصل 7 انجیل متی خواندیم که فقط با عبور از در تنگ می توان به حضور خدا رسید. جاده‌ای که به طرف جهنم می رود خیلی پهن است و دروازه اش نیز بسیار بزرگ و عده زیادی به آن راه می روند و به راحتی می توانند داخل شوند. اما دری که به زندگی جاودان باز می شود کوچک است و راهش نیز باریک و تنها عده کمی می توانند به آن راه یابند. آمین. دوستان، شخصی که عیسی مسیح را پیروی می کنه باید آماده باشه تا خودش را و خواسته های انسانی خودش را انکار کنه. بله عزیزان، شخصی که تصمیم میگیره شاگرد مسیح باشه در زندگی و همواره اوامر او را اطاعت کنه، میبایستی به مسیح در همه امور زندگی خودش حق تقدم بده. ولی مسیح همینطور با ما خیلی رو راسته. مسیح به ما حقیقت قیمت پیروی از خودش را می آموزه. پیروی از عیسی مسیح همیشه راهی آسان و راحت نیست و آن غالباً به معنای پرداخت بهای گزاف و ایثار ماست. بله عزیزان، بدون هیچ پاداش یا امنیتی در این دنیا ما میبایستی مسیح را پیروی کنیم. در این قسمت از کلام خداوند خواندیم که خود عیسی مسیح چگونه فروتنانه و کاملا خدای پدر را اطاعت مینمود. عیسی جایی را نداشت که آن را خانه خودش بنامه. بنابراین پیروی از عیسی مسیح ممکنه که به قیمت از دست دادن خیلی چیزها برای ما بشه. وقتی تصمیم میگیریم که عیسی مسیح را آنگونه که واقعاً شایسته شاگرد اوست به پیروی کنیم، شاید مجبور بشیم محبوبیت خودمون را از دست بدیم. شاید از بعضی از دوستانمون جدا شده، افراد فامیلمون رو از دست بدیم، ثروت و خانه. اما شاگرد مسیح بودن دوستان سرمایه‌ایه که تا ابد باقی میمونه
و پاداش های ابدی عالی برای ما به بار میاره. عیسی مسیح در انجیل مرقس فصل 8 آیه 34 می‌فرماید: اگر کسی از شما بخواهد پیرو من باشد، باید از آرزوها و آسایش خود چشم بپوشد و صلیب خود را بر دوش گیرد و مرا دنبال کند. بله عزیزان، گفتار عیسی مسیح در مورد چگونگی رنج بردن و مرگ خودش بر روی صلیب برای شاگردانش خیلی دشوار و سنگین بود. اما مسیح حالا می‌خواست نکته دشوارتری را هم با آنها در میان بگذاره. و آن نکته این بود که آنها نیز باید همچون او رنج برده و شاید حتی در راه پیروی و خدمت به او بمیرند. مسیح به ما می‌فرماید: هر که خواهد از عقب من آید، خیشتن را انکار کند و صلیب خود را برداشته مرا متابعت نماید. چیزیه که در انجیل متی فصل 10 آیه 38، انجیل لوقا فصل 14 و آیه 27 به خوبی به ما تعلیم داده میشه. اما منظور از هر که کیه؟ وقتی مسیح میگه هر که خواهد از عقب من آید، منظورش چه افرادی هستند؟ منظور مسیح از هر که در حقیقت تمام ایمانداران به او می باشند. بله، هر شخصی که به عیسی مسیح به عنوان منجی خودش ایمان آورده، روی سخن مسیح با اوست. در حقیقت تمامی مسیحیان دعوت شدند که شاگرد و پیرو عیسی مسیح باشند. ما نباید هرگز فراموش کنیم که دو دسته مسیحی وجود داره. یک دسته آنهایی که از عیسی مسیح اطاعت می کنند، با او رنج می برند، و دسته دیگر از ایماندارانی که از زندگی راحتی برخوردارند. خیر دوستان، فقط یک نوع مسیحی و یک نوع شاگرد واقعی وجود داره. مسیح خود می‌فرماید هر که خواهد از عقب من آید، خیشتن را انکار کند. خیلی ها میگن من می‌خوام مسیح را پیروی کنم، اما در آخر آنها مسیح را پیروی نمی کنند. چرا؟ در اینجا باید برای دلیل این که چرا خیلی ها مسیح را تا آخر پیروی نمی کنند جوابی بیابیم. جواب اینه که مسیح میگه باید خود را انکار کنی. بله، برای پیروی از مسیح شخص باید از صمیم قلب، از امیال و خواسته های خودش روی گردانده و فقط طبق میل عیسی مسیح زندگی کنه. در راه پیروی از عیسی مسیح ما باید لذات، امتیازات و رفاه شخصی خودمون را ترک کنیم. پیش از آن که به عیسی مسیح ایمان بیاریم، فقط برای ارضای خواسته های خودمون زندگی می کردیم. اما بعد از ایمان به عیسی مسیح باید کاملاً برای خدا زندگی کنیم. به همین دلیل که بسیاری از مردم خیلی راحت به طرف مسیح میان، اما طولی نمی کشه که از او دور میشن. در نظر آنها پیروی از مسیح بسیار دشواره. چرا پیروی از مسیح دشواره؟ چون که مسیح به ما میگه هر که خواهد از عقب من آید، باید صلیب خود را بردارد.
بله عزیزان، صلیب حتما معرف حضور شما هست. مسیح در اینجا به همه ایمانداران به خودش می‌فرماید هر که خواهد از عقب من آید باید صلیب خود را بردارد. دوستان، صلیب روش رومی ها بود برای اعدام مجرمین. آنها مجرمین را زنده به صلیب می آویختند و دست های آنها را با آن میخکوب می کردن. مجرمین بعد از تحمل رنجی طاقت فرسا و طولانی به تدریج بر روی صلیب جان می دادند. محکومین همینطور مجبور بودند بنابر حسب قانون آن زمان تا صلیبی که قرار بود بر روی آن اعدام بشوند خودشون تا محل اعدام حمل کنند. بنابراین هنگامی که عیسی به پیروان خودش گفت که باید صلیب خود را بردارند، آنها مقصود عیسی را کاملا می‌فهمیدند. مقصود عیسی از اینکه صلیب خود را بردار و مرا پیروی کن این بود که باید آماده رنج و حتی مرگ برای او باشند. بله دوستان، منظور عیسی این بود که شاگردان او میبایستی رنج و شکنجه را در راه او بپذیرند. در حقیقت رنج و شکنجه در انتظار همه پیروان عیسی مسیح میباشه. بله، بدون صلیب تاج و پاداشی الهی وجود نخواهد داشت. از این رو چون عیسی بر روی صلیب مرد، صلیب تبدیل به سمبل مسیحیت گردید. در حقیقت صلیب نشانه مرگ عیسی برای گناهان ماست. و در آخر عیسی می‌فرماید مرا متابعت نمایید. بله دوستان، ما باید راه‌های خود را ترک گفته و راه عیسی مسیح را در پیش بگیریم. راهی که عیسی پیمود راه رنج و راه صلیب بود. این راه باید راه ما نیز بشود. توجه بفرمایید که مسیحیان پیرو یک ایده، یک فلسفه یا یک حزب سیاسی نیستند. ایمانداران به عیسی مسیح که مسیحیان خوانده میشن حتی دنبال رو یک دین و مذهب هم نیستند. پس مسیحی واقعی چه شخصیه؟ مسیحی واقعی دوستان کسیه که از یک شخص زنده پیروی میکنه. مسیحی کسیه که از عیسی مسیح پیروی میکنه. شاگرد و پیرو واقعی عیسی مسیح همینطور باید قیمت شاگردی عیسی مسیح را همیشه در نظر داشته باشه. در انجیل لوقا فصل 14 آیاتی هست که ما را در درک این مهم کمک می کنند. در این قسمت از کلام خدا در انجیل لوقا فصل 14 آیات 26 تا 32 می خوانیم که می فرماید اگر کسی پیش من بیاید و از پدر و مادر، زن و فرزند، برادران و خواهران و حتی جان خود دست نشوید نمیتواند شاگرد من باشد. این فرموده عیسی مسیحه. او ادامه میدهد کسی که صلیب خود را بر ندارد و با من نیاید نمیتواند شاگرد من باشد. اگر کسی از شما به فکر ساختن یک برج باشد آیا اول نمی نشیند و مخارج آن را برآورد نمی کند
تا ببیند آیا توانایی تمام کردن آن را دارد یا نه. در غیر این صورت اگر پایه آن را بگذارد و بعد نتواند آن را تمام کند، همه کسانی که آن را ببینند به او خواهند خندید و خواهند گفت این مرد ساختمانی را شروع کرد ولی نتوانست آن را تمام کند. عیسی مسیح مثال جالب دیگری می آورد. او در آیه 31 می فرماید یا کدام پادشاهی است که به جنگ پادشاه دیگری برود بدون آن که اول بنشیند و مطالعه کند که آیا با 10,000 سپاهی می تواند با یک لشکر 20,000 نفری مقابله کند؟ و اگر نتواند او خیلی زودتر از این که دشمن سر برسد سفیری می فرستد و تقاضای صلح می کند. آمین. یک بار دیگه آدرس آیات را خدمت شما عرض می کنم. این آیاتی بود در فصل 14 انجیل لوقا، آیات 26 تا 32. دوستان، در ارتباط با این آیات باید عرض کنم که هر کس برای شاگرد مسیح بودن باید هر آنچه را که داره ترک کنه و به مسیح حق تقدم بده. شاگرد و پیرو مسیح ممکنه حتی جایی را نداشته باشه که سر خود را بر او بگذاره و نه حتی خانه‌ای برای زندگی در آن. بله، به راستی که بهای پیروی از عیسی مسیح بسیار سنگینه. خدا را شکر.
دوستان، من کوروش باقری هستم و این رادیو آرامش. از شما سپاسگزاری میکنم که شنونده وفادار برنامه های ما میباشید. چنانچه در طول مطالعه کلام خداوند برای شما سؤالی به وجود میاد و یا پیشنهادی دارید، محبت بفرمایید با من با شماره تلفن 604-788-5211 تماس بگیرید. برنامه های رادیو آرامش هر هفته به صورت زنده خدمت شما ارائه میشه. من در استودیو هستم و بسیار خوشحال میشم بتونم به شما در راه درک بهتری از کلام خداوند، شناخت بهتری از عیسی مسیح و مسیحیت کمک کنم. شماره تلفن ما هست 604-788-5211. خب دوستان، در ادامه مطالعه خودمون در انجیل متی فصل 8 به آیات 21 و 22 میپردازیم. این آیات همچنان در ارتباط با مفهوم بهای پیروی از عیسی مسیح می باشند. در این آیات می خوانیم که یکی دیگر از مریدان عیسی نزد او آمد و به او گفت: آقا، اجازه بفرمایی تا زمان فوت پدرم بمانم. وقتی او مرد و او را دفن کردم، خواهم آمد تا شما را پیروی نمایم. عیسی به او گفت: الان از من پیروی کن و بگذار آنانی که روحشان مرده است مرده های خود را دفن کنند. آمین. خب در این آیات، در آیات 21 و 22 فصل 8 انجیل متی می خونیم که یکی از شاگردان از عیسی اجازه میخواد تا بره و پدر خودش را دفن کنه و عیسی به او میگه: الان از من پیروی کن و بگذار آنانی که روحشان مرده مرده های خودشون را دفن کنند. منظور عیسی این بود که بگذار مردگان روحانی به امور این جهان بپردازند، اما کسانی که از لحاظ روحانی زنده اند و برای شاگردی، پیروی و متابعت عیسی مسیح فراخوانده شدند، باید در ابتدا کار ملکوت خدا را انجام بدن. عزیزان، چرا که کار ملکوت خدا ارجحیت و فوریت داره. بله، هیچ چیز دیگه ای توی این دنیا نمیتونه پیش از ملکوت خداوند، پیش از اطاعت و پیروی از مسیح قرار بگیره. لطفاً توجه داشته باشید که عیسی مسیح در اینجا به ما تعلیم نمیده که شاگردان و پیروان او نباید والدین خودشون را احترام و خدمت کنند. همیشه این احتمال هست که هم از عیسی پیروی کنیم و هم مسئولیت خودمون را در قبال کارهای این دنیا و حتی خانوادهمون به جا بیاریم. بله عزیزان، باید به یاد داشته باشیم که ملکوت خداوند و اراده مسیح را باید اول به جا آورد. در ارتباط با این شاگرد عیسی مسیح، کسی که پیش او آمده و از او اجازه خواسته تا بمونه تا پدرش فوت کنه، بعد پدرش را دفن کنه و بعد عیسی مسیح را پیروی کنه، عیسی مسیح خود به خوبی از نیت و منظور این شاگرد با خبر بود، چرا که عیسی دل اون مرد را میدید و او به خوبی میدونست که چقدر او به خانواده خودش وابسته است. اون مرد در حقیقت میخواست که عیسی را پیروی کنه، ولی نه با تمامی جان و نه با تمامی دل. عیسی مسیح به او فرمود:
کسی که دست را به شخم زدن دراز کرده از پشت سر نظر کند شایسته ملکوت خدا نمی باشد. این به این معنیه که کشاورزی که زمینش را شخم می زنه پیرو مسیح نیز باید تنها به جلو نگاه کنه. بله عزیزان، ما هم همانند کشاورزی که زمینش رو شخم میزنه و مرتب به جلو نگاه میکنه میبایستی همواره به جلو نگریسته و مسیح را نگریسته و او را پیروی کنیم. شاگرد واقعی مسیح، دوستان، هیچ وقت نباید در صدد بازگشت به سوی زندگی گناه آلود قدیمی خودش باشه. به این منظوره که مسیح میگه همانند کشاورزی که زمینش را شخم میزنه پیرو من نیز باید تنها به جلو نگاه کنه. بسیاری از انسانها میگن و حتی گاهی صمیمانه تصمیم میگیرن که پیرو مسیح باشن و از او پیروی کنن، ولی کم میارن، ولی در میان راه از تصمیم خودشون باز میمونن. چرا؟ چون که میخوان به زندگی گناه‌آلود قبلی خودشون برگردن. و مسیح اینجا ما را هشدار میده. مسیح میگه نباید که یک شاگرد واقعی من به عقب برگرده و به پشت سرش نگاه کنه. در کلام خدا، دوستان، مثال‌های فراوانی از عاقبت افرادی که با تمام دل خدا را پیروی نکردن و به عقب نگریستن وجود داره. برای مثال زن لوط به عقب نگاه کرد و به ستونی از نمک تبدیل شد. ما این را در کتاب پیدایش فصل 19 و آیات 15 تا 17 مطالعه می‌کنیم. همینطور ما در کلام خداوند مطالعه می‌کنیم که چطور یهودیان بعد از اینکه خداوند اجازه داد آنها از اسارت مصری‌ها بیرون آمده به خداوند اعتراض کرده و خواهان بازگشتشون به مصر شدند. عزیزان، وقتی تاریخ زندگی یهودیان را در مصر مطالعه می‌کنیم می‌بینیم که خداوند اجازه داده بود که آنها به اسارت در مصر بمانند و در زیر فشار شدیدی زندگی کنند. بعد خداوند اجازه داد و کمک کرد به آنها تا از مصر بیرون بیان و در مسیر رسیدن به سرزمین وعده آنها از خداوند برگشتند و به خداوند اعتراض کردند و خداوند نیز آنها را هلاک کرد، چون که آنها لب به شکایت گشودند و خواهان بازگشت به زندگی گناه‌آلود خودشون و مرام سابق خودشون در مصر شدند. بنابراین چون این برخلاف خواست خداوند بود و آنها می‌خواستند که برخلاف خواست خداوند به زندگی و راه‌های سابق خودشون بازگردند، خداوند نیز آنها را مجازات فرمود. دوستان، در ارتباط با آیات 21 و 22 که خواندیم، مریدی پیش عیسی مسیح میاد و میخواد که از او اجازه بگیره که تا فوت پدرش بمونه. باید عرض کنم که همیشه با کسانی که میخواستن او را پیروی کنن بی پرده و صریح سخن میگفت. عیسی مسیح هیچ موقع با ایما و اشاره صحبت نمیکرد. عیسی مسیح به آنها خاطر نشان میکرد که بهایی را که باید بپردازند در نظر داشته باشند و هر نوع بهانه و شرط و شروطی را برای پیروی از او کنار بگذارند. عیسی در مقام یگانه فرزند خداوند بدون هیچ گونه تردیدی از پیروانش خواستار وفاداری کامل آنها بود. حتی دفن مرده ها هم نمیتونست بر ضرورت اطاعت از او مقدم باشه. دوست عزیز من، امروز
دعوت صریح او ما را وامی داره تا از خودمون سوال کنیم که در پیروی عیسی چه چیزهایی برای ما مقدمه؟ باید به این سوال جواب بدیم که ما چه خواسته ای را پیش از اطاعت از مسیح قرار دادیم؟ ما نباید تصمیم به پیروی از عیسی مسیح را به هیچ قیمتی به تعویق بندازیم. بله، هیچ چیز نباید نسبت به وقف زندگی خود برای مسیح در اولویت قرار بگیره. جلال دهم نامت را عیسی، نام عظیمم عیسی، چون از هر نامی برتر است نام تو. برافرازم نامت را عیسی، نام زیبایم عیسی، چون از هر نامی برتر است نام تو. جلال دهم نامت را عیسی، نام عظیمم عیسی، چون از هر نامی برتر از نام تو. برافرازم نامت را عیسی، نام زیبایم عیسی، چون از هر نامی برتر است نام تو. جلال دهم نامت را عیسی، نام عظیمم عیسی، چون از هر نامی برتر از نام تو. برافرازم نامت را نام تو.
خب دوستان، حال به آیات 23 تا 27 میپردازیم. عنوان این آیات هست آرام کردن طوفان دریا. این آیات میفرمایند آنگاه عیسی و شاگردانش وارد قایق شدند و به سمت دیگر دریاچه به راه افتادند. ناگهان دریاچه طوفانی شد به طوری که ارتفاع امواج از قایق نیز می گذشت و آب به داخل آن می ریخت. اما عیسی در خواب بود. شاگردانش به او نزدیک شدند، بیدارش کردند و فریاد زدند: استاد، بداد ما برسید، غرق می شویم. عیسی جواب داد: ای کم ایمانان، چرا می ترسید؟ سپس برخاست و فرمان داد تا باد و طوفان آرام گیرند. آنگاه آرامش کامل پدید آمد. شاگردان که حیرت و ترس وجودشان را فرا گرفته بود به یکدیگر می گفتند: این چه نوع انسانی است که حتی باد و دریا نیز از او اطاعت می کنند. آمین. بله دوستان، می بینیم که در این قسمت از کلام خداوند به هنگام طوفان عیسی مسیح به طوفان فرمان می ده و طبیعت و قانون طبیعت از عیسی مسیح اطاعت می کنه. می بینیم که عیسی مسیح چون تمام روز از داخل قایق مشغول تعلیم مردم بود، بسیار خسته بوده و در هنگام طوفان در خواب به سر میبره. بنابراین شاگردانش او را همونطوری که بود، یعنی در قایق به صورتی که عیسی مسیح در استراحت به سر میبرد، به آن طرف دریاچه جلیل میبردن. در میانه دریاچه ناگهان طوفانی عظیم به وجود میاد. عزیزان، این چنین بادهایی معمولاً در دریاچه جلیل به وجود میاد. این دریاچه 20 کیلومتر درازا داشت، 12 کیلومتر پهنا و 50 متر هم عمق داشت. این دریاچه حدود 200 متر زیر سطح دریای آزاد قرار داره. در گرفتن طوفان‌های ناگهانی در ارتفاعات کوههای اطراف دریاچه که هیچ گونه علامتی هم قبل از شروع آن به چشم نمی‌خوره، باعث بلند شدن امواجی به ارتفاع 7 یا گاهی موقع تا 8 متر هم می‌شد. وقتی عیسی و شاگردانش قصد رفتن به آن سوی دریاچه را داشتند، دریا هنوز آرام بود و شاگردان آنقدر ناوارد نبودند که بخوان در هوای طوفانی قایقرانی کنند. آنها بدون آمادگی قبلی گرفتار میشن و خطر برای آنها بسیار جدی بود. قایقی که دستخوش امواج شد و آب به درونش نفوذ کرد، طوری که قایق داشت در آب فرو می رفت، قایقی بود که سفر خودش را در آرامش شروع کرده بود. می بینیم که قایقی که مسیح و شاگردان در آن بودند، قایقی است که در میان دریاچه به ناگهان دستخوش طوفان شده. با وجود اینکه برخی از شاگردان عیسی مسیح در اون قایق ماهیگیران ورزیده‌ای بودند، اما با وجود این طوفان ترس و وحشت بر آنها مستولی میشه و باز میبینیم که در یک چنین شرایطی عیسی مسیح در خواب به سر میبره. بله عزیزان، در این اوضاع کلام خدا به ما میگه که شاگردان کمی از دست عیسی برآشفتند، چرا که در اون وضعیت خطرناک دیدن که مسیح در آرامش و در خواب به سر میبره و میخوانیم که
در حالی که او را بیدار می کردند به او گفتند ای استاد، آیا تو را باکی نیست که هلاک شویم؟ دوستان عزیز، عیسی مسیح پسر خدا کنترل کامل تمامی قدرت‌های طبیعت را در دست داره. نویسنده انجیل مرقس قبلاً تسلط و قدرت عیسی مسیح را بر بیماری و بر ارواح پلید توصیف کرده بود. در اینجای کلام خداوند در انجیل متی ما شاهد اقتدار کامل مسیح بر نیروهای طبیعت هستیم، کما اینکه می‌بینیم با کلام او باد که یک نیروی طبیعیه متوقف میشه. اون وقت می‌بینیم که عیسی مسیح شاگردان خودش را به خاطر ایمان ضعیفشون سرزنش میکنه. می‌خوانیم که عیسی مسیح پس از آرام کردن طوفان به آنها میگوید ای کم ایمانان، چرا میترسید؟ پس از آن شاگردان از خود سوال کردند این مرد کیست؟ بله عزیزان، میبینیم که حتی شاگردان عیسی مسیح نیز درک کاملی از شخصیت واقعی او هنوز نداشتند. آنها قدم به قدم با مسیح زندگی میکرده و گام بر میداشتند و هر روز او را بهتر میشناختند. عزیزان، شاگردان تا آن زمان معجزات بسیاری را به چشم خودشون دیده بودند، اما در این طوفان وحشت زده شدند. شاگردان عیسی مسیح در آن قایق، در آن زمان ترسناک می‌دونستند که این طوفان چقدر خطرناکه. اما چیزی که شاگردان مسیح نمی‌دانستند این بود که مسیح می‌تونه نیروهای طبیعت را نیز مهار کنه. عزیزان، همیشه بودی از زندگی ما هست که احساس میکنیم خداوند در آن بود نمیتونه یا نمیخواد کاری را انجام بده. با این حال وقتی ما واقعا به شخصیت مسیح و به خدای مهربان پی میبریم، در میابیم که او هم بر طوفان‌های طبیعت مسلط و هم بر طوفان‌های دل‌های غم‌زده ما. خداوند قادر تا هر مرض، هر کمبود و هر مشکلی را در زندگی شما حل کنه. همان قدرت عیسی که طوفان را آرام کرد، میتونه در همین لحظه طوفان‌های زندگی ما را نیز آرام بسازه. عیسی مسیح مایله که اگر از او بخواهیم به ما کمک کنه. ما در هیچ یک از قسمت‌های زندگی خودمون نباید خداوند را نادیده بگیریم و تصور کنیم که مشکلی، کمبودی و غمی از قدرت شفا و فراهم کردن خداوند فراتره. مسیح دوست شماست، در کنار شماست و برای شفای شما، برای آرام کردن طوفان‌های زندگی شما، برای شفای دردهای شما، برای بخشیدن گناهان شما بسیار مشتاق تا به کمکتون بیاد. تنها کاری که ما امروز باید انجام بدیم اینه که فروتن بشیم، اینه که به او ارجحیت بدهیم و به راستی و از صمیم دل او را پذیرفته و شاگرد و پیرو او باشیم. خب دوستان عزیز، به پایان وقت برنامه این هفته نزدیک می شویم. با این امید که برنامه این هفته ما موجب برکت و آرامش شما شده باشه، چنانچه مایلید برای دریافت شفا، دریافت آرامش و دریافت نجات ابدی خود
اطمینان حاصل کنید، میتونید همین لحظه با من به حضور خداوند رفته و دعا کنید. بله دوستان، چنانچه مایلی تا رحمت خداوند را به طور واقعی دریافته و تجربه کنید، به او بگویید خداوند قدوس و یکتا، تو را شکر و سپاس به خاطر فیض و رحمت بیمانندت برای ما. بر طبق آموزه کلامت من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا یک بار برای همیشه بر روی صلیب جلجتا پرداخت. خداوند با فیض خودت گناهان مرا در نام عیسی مسیح ببخش. پدر آسمانی، با روح مقدست در این لحظه به قلب و زندگی من بیا و از آن برای جلال نام خودت و محبت و خدمت به دیگران استفاده کن. من این دعا را در نام عیسی مسیح به حضور تو می آورم. آمین. خدا را شکر. خب دوستان، تا گفتگوی دیگر، فیض و آرامش مسیح با شما باشد. You're listening.